به نام خدا وند جان و خرد که از این برترن دیش بر نگذرد خداوند نام و خداوند جان خداوند روزی ده و رهنما. پرده پرده آنقدر از هم دریدم خیش را، پرده پرده آنقدر از هم دریدم خیش را تا که تصویری ورای خیش دیدم خیش را. خیش خیش من مرا و هرچه منها بود سوخت، کشتم آن خیش و ز خاکش پروریدم خیش را. خیش خیش من همینک از در صلح آمده است، بس که گوش از غیر بستم تا شنیدم خیش را. معنی این خیش را از خیش خیش خود بپرس، خیش بینی را گزیدم تا گزیدم خیش را. می شدم ساقی شدم ساغر شدم مستی شدم، تا ز تاکستان هستی خوشه چیدم خیش را. سردی کاشانه را با آه گرمی دادم، راه بر خورشید بستم تا دمیدم خیش را. اشک من با یک ترازو قدر هم بشناختیم، اشک من با یک ترازو قدر هم بشناختیم، ارزش من بین که با گوهر کشیدم خیش را. بزم سازان جهان می از سبوی پر زنند، چون تهی پیمانه بودم سر کشیدم خیش را. بردداران زمانها چوب حراجم زدند، دست اول تا برآمد خود خریدم خیش را. شمعم و با سوختن تا آخرین دم زنده ام، شمعم و با سوختن تا آخرین دم زنده ام، قطره قطره سوختم تا آفریدم خیش را. چه می بود
مشکویدم جوی با هوا پر خروش و زمین پر زجوش خونه چون که دل شاود دارد بنوش همه بوستان ویله بر گل کردن مردم سلام، درود بر شما. بسیار شادمانم که بار دیگه در خدمتون هستم. شعر زیبایی که شنیدید شعری است از استاد رحیم معینی کرمانشاهی، شاعر و ترانه‌سرای معاصر ساکن تهران. استاد معینی کرمانشاهی صاحب کتاب پرحجمی است به نام شاهکار که به بیان وی شاهکار کتاب تاریخ ایران است به روش و سبک شاهنامه که تاریخ رو بعد از زمانی که فردوسی در شاهنامه به پایان رسانده روایت میکنه. استاد معینی کرمانشاهی با وجودی که چندی پیش عشق بزرگ زندگیش همسر نازنینش رو از دست داده و با وجود کهولت سن 91 سالگی و حال سوگوارش، اما همچنان مصمم و امیدوار روی شمارگان آخر کتاب شاهکار کار میکنه. تکنوازی تار هم از آثار ماندگار استاد محمد رضا لطفی است در بیات اصفهان. خب برویم بر سر داستان. عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان. داستان ما به آنجا رسید که منوچهر شاه با شنیدن خبر عشق زال و رودابه بسیار خشمگین شد، چرا که رودابه دختر مهراب شاه کابلی از نژاد ضحاک تازی است که اینها از دشمنان دیرینه ایران زمین بودند و وصلت با اینها برخلاف مصلحت مملکت است. پس جنگ با کابلستان رو ساز کرد و به جهان پهلوان خود سام نریمان فرمان لشکرکشی داد. سام درمانده و به ناچار با لشکری گران رفت سمت کابلستان. در اونجا با دیدن حال زار و نزار و خروشان و جوشان پسرش زال تصمیم گرفت نامه‌ای برای پادشاه بنویسه و خود زال هم نامه رسان باشه. این نامه بسیار زیبایی است که قسمت‌هایی از این نامه رو امروز براتون میخونم. دانشمند معاصر روزگار ما پروفسور فضل الله رضا این نامه رو بسیار قابل تأمل میدونه و نوشته است که هر ایرانی باید این نامه را بخواند و دقایق و آداب نامه‌نگاری را در این نامه ببیند. بعد هم مطالب مختلف این نامه رو خلاصه کرده و آورده و بعد گفته که شما خودتان ببینید که آیا ممکن است در چنین موردی که خواهشی به این بزرگی باید از پادشاه بشود کسی بتواند از این فصیح‌تر و زیباتر بنویسد. خب نامه طولانی است، قسمت‌هایی رو می‌خونم که ببینیم چقدر
فصیح و زیباست، طبیعتاً مانند همه نامه‌هایی که در شاهنامه فردوسی آمده و قطعاً در آن روزگار مرسوم بوده، اول نامه با ستایش خداوند آغاز می شود. ببینیم گفتار اندر نام فرستادن سام نریمان توسط زال به نزدیک منوچهر شاه. سر نامه کرد آفرین خدای، کجا هست و باشد همیشه به جای. از اوی است نیک و بد و هست و نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست. پس از چند بیت درباره نیایش خداوند، سام از خودش شروع میکنه به صحبت کردن و میگه که من بنده و خدمتکار و خدمتگزار درگاه بودم و زحمتهای بسیاری در این درگاه کشیدم و حالا دیگه کم کم رو به پیری میروم. یکی بندم من رسیده به جای، به مردی به شست اندر آورده پای. یعنی سالم به شست رسیده. همی گرد کافور گیرد سرم، اشاره به این که موهام سفید شده. چون این داد خورشید و ماه افسرم، ببستم میان را یکی بندوار. ابا جاودان ساختم کارزار، انان پیچ و اسپفکن و گرزدار. چون من کس ندیدی بگیتی سوار. بعد شروع میکنه که من در این دوران طولانی زندگیم چه مبارزه ها و جنگ ها کردم، چگونه اژدهایی که در کشفرود خانه کرده بود رو کشتم. چنان اژدها کو ز رود کشف، برون آمد و کرد گیتی چو کف. زمین شهر تا شهر پهنای او، همان کوه تا کوه بالای او. جهان را از او بود دل پر هراس، همی داشتندی شب و روز پاس. بعد شعر میده که چه کرده و چگونه اژدها رو زده و بعد کشته و اینکه با یک ضرب موجب کشتن اژدها شده. زدم بر سرش گرزه گاو چهر، برو کوه بارید گفتی سپهر. کشفرود پرخون و زرداب گشت، زمین جای آرامش و خواب گشت. جهانی بران جنگ نظاره بود، که آن اژدها زشت و پتیاره بود. مرا سام یک زخم از آن خواندند، مرا سام یک زخم از آن خواندند. جهان زر و گوهر برافشاندند. بعد باقی خدماتش رو میگه. کنون چند سال است تا پشت زین، مرا تخت گاه است و اسبم زمین. سال هاست که بر پشت زین سوارم، همه گرساران و مازندران بر او راست کردم به گرز گران. بر او منظور او پادشاه. نکردم زمانی بر و بوم یاد، تو را خواستم راد و پیروز و شاد. بعد از وضع خودش میگه که حالا دیگه ناتوانه و جای من رو زال باید بگیره. کمندی بینداخت از دست شست، شست باز همان شست سالگی است. زمانه مرا باش گونه ببست، سپردیم نوبت کنون زال را. کشاید کمربند و گوپال را، کنون زال شایسته کمربند و گوپال است. یکی آرزو داردن در نهان، بیاید بخواهد ز شاه جهان. یکی آرزو کان به یزدان نکوست، کجا نیکویی زیر فرمان اوست. نکردیم بی رای شاه بزرگ، که بنده نباید که باشد سترگ. میگه ما این کار رو میخواستیم انجام بدیم، ولی بی رای پادشاه نکردیم، برای اینکه بندگان
باید به امر پادشاه باشند. سام برای جلب نظر پادشاه یادآوری میکنه به گفتار شاه که روزی که سام زال رو از آشیانه سیمرغ آورد از البرز کوه، منوچهر به سام میگه که تو به این بچه خیلی ستم کردی، این بچه از مهر پدری و مهر مادری محروم بوده و سالها در آشیانه سیمرغ به سر برده، حال تو باید او را نیکو بداری، به مراد دلش راه ببری، هیچ خواست او رو مخالفت نکنی. و سام هم در حضور پادشاه پیمان بسته که به همین ترتیب با زال عمل کنه. حال سام اشاره به اون پیمان داره و میگه که من در مقابل خواست زال چگونه مخالفت کنم، که این عهدی است که در حضور پادشاه بسته شده، پیمانی که خود پادشاه به آن سفارش کرده و اینکه خود شاه هم او رو ناکام و نامراد نگذاره. این دقت سخن در نامه‌نگاری سام به شاه نشان از زیبایی فوق‌العاده این نامه است. همانا که با زال پیمان من، شنیده است شاه جهانبان من. به پیش من آمد پر از خون رخان، همی چاک چاک آمدش زستخان. مرا گفت بردار آمل کنی، سزاتر که آهنگ کابل کنی. من رو بردار کن، پسرم اینگونه به من گفته، اما این سزاوارتر از این هست که من رو بردار کنی اما به کابلستان حمله کنی. بعد برای اینکه عمل زال رو برای پادشاه توجیه بکنه میگه شهریارا، بچه‌ای که در کوه پرورده مرغ باشد، وقتی به شهر و در میان آدمیان می آید و چشمش به دختری چنان زیبا می افتد، چه می تواند بکند؟ البته که عاشق می شود. چو پرورده مرغ باشد به کوه، فکنده به دور از میان گروه. چنان ماه بیند به کابل ستان، چو سرو سهی بر سرش گل ستان. چو دیوان گردد نباشد شگفت، از او شاه را کین نباید گرفت. کنون رنج مهرش به جایی رسید، که بخشایش آورد هر آن کش بدید. ز بس رنج کو دید بر بی گناه، چنان رفت پیمان که بشنید شاه. چون بیگناه بسیار رنج کشیده، این است پیمان که بود. گسی کردمش، گسی همان گسیل هست، یعنی فرستادمش. گسی کردمش با دلی مستمند، چون آمد به نزدیک تخت بلند. همان کن که با مهتری در خورد، تو را خود نیاموخت باید خرد. میگوید شما همان کنید و همان میکنید که در خور بزرگی و مهتری است و به شما کسی نباید خرد بیاموزد. به نام خداوند خورشید و ماه، که دل را به نامش خرد دارا. خداوند کیوان و بهرام و شیر، کزوی است امید و بیم و نوید. همه رخش اندیشه را از این کنی، جهان را به شهر را به کار از این کنی. چومت خروشان به جنگ اندر برداشت بود از سرش، بخندید و برداشت بود از سرش. رها شد زبند زره موی او، درخشان چو خورشید شد روی او.
درخشان جهان نیزش را بزد بر زمین دروگ زمین بر آمد به زیر دست مهمیز زیرش حکم همان از اون طرف گردآفرید داره میاد به سهراب مرد تیرباران گرفت نامه نوشته شد آن را سپرد به زال زال با نامه پدر میتازد به سمت دربار منوچهر بشنویم از بارگاه مهراب شاه کابلی پدر رودابه چو در کابل این داستان فاش گشت سر مرزبان پر ز پرخاش گشت مرزبان همان مهراب کابلی برآشفت و سیندخت را پیش خواند سیندخت همسرش مادر رودابه همه خشم رودابه بر وی براند چون این گفت که اکنون جز این رای نیست که با شاه گیتی مرا پای نیست که آرمت با دخت ناپاک تن کشم زارتان بر سر انجمن هر دوی شما رو میکشم من پای جنگ با منوچهر شاه ندارم جز کشتن شما هیچ راهی نیست مگر شاه ایران از این خشم و کین براساید و رام گردد برین چو بشنید سیندخت بنشست پست دل چاره جوی اندر اندیشه بست سیندخت رفت در عالم فکر سیندخت سمبل دلیری درایت چاره اندیشی سخنوری اندیشه و سیاست است ببینیم تدبیر سیندخت بدو گفت او یعنی به همسرش به شوهرش بدو گفت بشنو ز من یک سخن چو دیگر یکی کامت آید بکن تو را خواسته گر ز بهر تن است ببخش و بدان کین شب آبستن است به من گنجی بده اگر چند باشد شب دیریاز برو تیرگی هم نماند دراز اشاره به اینکه پایان شب سیه سپید است بدو گفت مهراب که از باستان مزن در میان یلان داستان بگوی آنچه دانی و جان را بکوش وگر چادر خون به تن بر بپوش مهراب خیلی خشمگین به سیندخت میگه که در میان یلان به راز سخن مگو بگو آنچه میدانی وگر نه چادر خون بپوش بدو گفت سیندخت کی سرفراز بود کت به خونم نیاید نیاز مرا رفت باید همی پیش سام کشیدن مرین تیغ را از نیام ز من جان و رنج و ز تو خواسته سپردن به من گنج آراسته من به دیدن سام می روم از من جان و رنج و از تو گنج مهراب می پذیرد کلید خزانه را به سیندخت داد و گفت این تو این گنج و گوهر و پرستنده و اسب و کلاه مگر با تدبیر تو کابل از جنگ امان یابد در پایان سیندخت با مهراب پیمان بست
که به جان رودابه آسیب نرسونه. سیندخت چست و چابک و چارجو گنج بزرگی آماده کرد. 300,000 دینار، 10 اسب گرانمایه با ساز و برگ سیمین، 50 پرستنده زرین کمر، 60 پرستنده زیبارو با گردن آویز و جامهای زرین پر از مشک و کافور و یاقوت و گوهرهای بسیار، 100 ماده اشتر سرخ موی، 100 اشتر بارکش، تاج شاهوار با یاره و طوق و گوشوار، 200 تیغ هندی آبدار، تخت زر، 4 پیل هندی. سیندخت نشست بر خانه زین و شتابان و جلوه کنان خود را رساند به اردوی سام بی هیچ آواز و ذکر نامی. نام خداوند جان و خرد، نام خداوند جان و خرد، این برتر اندیشه بر نگذرد، سفیری رفتن سیندخت، نخستین سفیر زن در داستانهای باستان و تدبیر و سخنوری او، شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. جهان سر به سر عبرت و حکمت است، چرا بهره ما همه قفلت است.